شهرداری کابل میگوید برای زیباسازی پایتخت برنامه‌های طولانی مدت را روی دست دارند. مسئولان این ریاست در برنامه بهره‌برداری از نماد کره زمین در یکی از چاهراهای شهر کابل همچنان میگویند این نماد به هزینه بیش از 1 میلیون افغانی از سوی شهرداری کابل ساخته شده است. آنان همچنان میافزایند که کار ساخت 12 چاهراه دیگر نیز جریان دارد. صفی ناصری گزارش می‌دهد. زیباسازی پایتخت، برنامه‌ای که در این اواخر شهرداری کابل روی دست گرفته. این بار شهرداری کابل از نماد کره زمین در چاهراه دهن باغ رونمایی کرد. به گفته مسئولان شهرداری، نماد کره زمین به هزینه بیش از 1 میلیون افغانی از عواید داخلی این ریاست ساخته شده است. که این کره توسط انجینر داخلی افغانستان طراحی شده و ساختش هم در توسط انجینر داخلی شده و پیام ما که کره داره فقط یک پیام روی بخشیدن به مردم داره. کدام پیام سیاسی از این ما در نظر نداشتیم. حقیقتا فقط یک روی بخشیدن به مردم است و یک نماد جغرافی است که کل جهان است فقط عمیق بوده است. در این کدام پیام واضح سیاسی ما از این نداشتیم. شهرداری کابل همچنان می افزاید. برخی از شرکت های داخلی نیز با هزینه شخصی برای تطبیق پروژه های زیباسازی پایتخت با آنان همکاری می کنند. دی ډیزاین پر ابته وای دلته خارجي انجینرانو نه د افغانانو کې استعداد ته الحمدلله کومنګ امنیت وی حکومت زمينه برابر کی سولوي نو ان شاء الله ډیر د سکارونه باغه په مخ لاړ سي. مسئولان شهرداری کابل همچنان می افزایند برای زیبایی پایتخت کار ساخت 12 چهارراه دیگر نیز جریان دارد. همزمان شماره از شهروندان از برنامه زیباسازی پایتخت خرسند بوده و خواهان ادامه این برنامه از سوی شهرداری اند. خوش هستیم که باید همه چارایی ها همه تو به مثل از این چارایی واره همه تو همین رقم جور شون سر دیگه این کار نیکی است. سر روی مردم تاثیر مثبت داره. وقتی که شما در شرمیه بجای و ایرانه چیزای زیبا رو میبینه خب معلوم دار است که آدم خرسند میشه، خوش میشه، طبیعت آدم خوش میشه. با این همه شهرداری کابل از ادامه تطبیق پروژه های زیربنایی در شهر کابل خبر میدهند.